سلام علیکم دوستان، خوش اومدین به کانال من. امیدوارم هر جا هستین شاد و پیروز باشین. دوستتون دارم خیلی زیاد. دوستان امروز اومدیم با یه ویدیو جدید در مورد آموزش نصب ماهواره در خدمت شما عزیزان باشیم. و ناگفته نباشه دوستان، قبل از اینکه ویدیو به پایان برسه حتما حتما اون دکمه لایک رو بزنین. معمولا ویدیو بالای 1000 تا 2000 تا بازدید میخوره، متاسفانه کلا 20 تا یا 30 تا لایک گرفته. لطفا برای حمایت از من حتما حتما ویدیوها را لایک کنین، کامنت بذارین، چون واقعا تنها حمایتی که میتونید در حق من بکنین همین لایک کردنه که باعث بشه ویدیوها بیشتر دیده بشه. و اگه ویدیوها بیشتر دیده نشه و حمایت نشم، دیگه چه کاریه تو یوتیوب بخوام فیلم آموزشی برای شما قرار بدم که هر یک دونه آموزشی که من داخل کانال قرار میدم، به جرأت میتونم بگم اگه کسی بخواد به شما اینو آموزش بده، حداقل هر یک آموزش نزدیک 1,000,000 تومان از شما هزینه میگیره فقط به خاطر آموزش دادن. ولی من الان دارم رایگان آموزش میدم، فقط و فقط از شما عزیزان میخوام که حمایت کنین. متاسفانه تو کشور ما ویدیوهای مرنف فنی و حرفه‌ای و اینا معمولاً حمایت نمیشن. اگه یه ویدیو مسخره بازی چیزی باشه لایکاش بالای 10,000 تا میره، ولی متاسفانه اینجور ویدیوها نمیدونم چرا حمایت نمیکنن، یا این چجوری بگم، یا مثلا کسانی که ویدیوهای ما رو نگاه میکنن چون سنشون بالای 25 ساله اهمیت نمیدن. ولی تا جایی که میدونم کسانی که زیر 25 سالن معمولا اهمیت میدن، از کانالی که خوششون میاد حمایت میکنن، لایک میکنن، کامنت میذارن، حتی شده باشه ویدیوها رو برای دوستاشون ارسال میکنن. ولی متاسفانه چون ما سر کارمون با آدمای سنبالاست، حالا نمیدونم، یا نمیدونن که باید مثلا ویدیو رو لایک کنن، یا نمیدونن مثلا با لایک کردنش میتونن حمایت کنن منو یا دیگران رو، نمیدونم داستانش چیه که متاسفانه نسبت به ویوهای زیاد کانال لایک هاش خیلی کمه. این باعث میشه که ویدیوهای من به دیگران پیشنهاد داده نشه. دوستان اگه واقعا یک کوچولو آموزش یاد گرفتی از من به خاطر همونم که شده، حتما ویدیو رو لایک کن. خب دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم دوستان. امروز اومدیم با یک آموزش جدید که البته بیشتر واسه کسانی که آماتورن، تازه میخوان شروع کنن و البته حرفه‌ای هم نگاه کنن، بعد نیست شاید یه جا آموزش من اشتباه باشه، بعدم نمیاد دوستانی که تجربه دارن تو کامنت ها راهنمایی کنن و درست آموزش رو بگن مثلا، و اگه اونایی هم که آماتورن که نگاه کنن که یاد بگیرن. دوستان ما همیشه موقع نصب ماهواره مشکل داریم توی جهتیابی، و جهتیابی کار آسونیه به نظر من، یکم تجربه نیاز داره که جهتیابی کنین. و چند تا جهت مهم که توی کشورمون استفاده میشه پرکاربرده میخوام الان آموزش بدم بهتون که چگونه جهتیابی کنین. خواستم برم بالای پشت بوم با دیش انجام بدم، ولی خیلی هوا سرده، یعنی دیگه منم یک آدم خیلی سرمایی جرئت نکردم برم بالا پشت بوم که فیلم بگیرم. ولی اگه ببینم حمایت کردین ویدیو رو، بگم حداقل لایکاشو به 500 تا رسوندین، که خیلی از دوستان هستن میگن مثلا این ویدیو 5000 تا لایک بخوره، نمیدونم فلان میکنیم، ویدیو جدید میذاریم. ما 5000 تا نمیخوایم، حداقل 500 تا لایک باشه. مثلا ویدیو 1000 تا بازدید میخوره، حداقل 200 250 300 تا لایک داشته باشه. بهترین و آسونترین جهت از نظر من یاهسته. حالا دوستان دیگه خیلی میگن هاتبر، ولی به نظر من یاهست آسونترین جهته. شما برای پیدا کردن جهتهای دیگه باید یاهست رو اول نصب کنین. اونایی که آماتورن اول نصب کنین، نسبت به جهت یاهست جهتهای دیگه رو پیدا کنین. الان من روی کاغذ براتون جهتها رو میکشم نشون میدم که یاهست کجا میشه، نمیدونم ماهواره هاتبرد کجا میشه، یا مثلا ماهواره یوتلسات کجا میشه ترکیه. الان روی صفحه اگه در نظر بگیرین تو دوربین دیگه براتون، ما مثلا شهر تهران یا استان تهران که در نظر بگیریم، اینجا را ما استان تهران در نظر میگیریم، این مربی که تو تصویر الان میبینین، بعد اینجاش میشه شمال. البته اگه تو تصویر برعکس نوشتم
دیگه چون چپه برعکس نشون میده دوربین، زیاد سخت نگیرین. اینجا میشه S، این میشه شمالمون، این میشه جنوبمون، یعنی تهران تقریبا تو مرکزه. بعد ما الان میخوایم جهت ماهواره یاست رو نسبت به این شهر تهران پیدا کنیم. دوستان اینجا رو اگه در نظر بگیرین قبله، در نظر بگیرین قبله تقریبا یاست تو این راستا میشه، این میشه یاستمون. خب حالا بعد از اینکه ماهواره یاست و جهتش رو پیدا کردین، مثلا میریم سراغ ماهواره ترکست. البته این یکم مایل تره، این یاست به قبله یکم نزدیک تره. حالا توی این قسمتی که من کشیدم خیلی به سمت جنوبه، یک کوچولو به سمت قبله است، در حد 2-3 درجه به سمت قبله باید نصبش کنیم. بعد از اون میریم سراغ ماهواره که به نظر من راحت تره، ماهواره ترکست که 42 درجه شرقی میشه. این میشه ماهواره ترکست که دقیقا میشه قبله، به سمت قبله. ترکستمون 42 درجه، 42 درجه شرقی. یاستمون هم که میشه 52 درجه، نمیشه 52 درجه، اینم شرقیه. ما اول یاست رو نصب میکنیم، بعدش میشه ترکست. حتی این که من میگم، شما وقتی یاست رو نصب کردین پشت دیش باید وایسین دوستان، پشت دیش. فردا باز تو کامنت ها ننویسین کدوم ور دیش، پشت دیش که وایسین سمت راستتون، آره دیگه پشت دیش که باشیم، آره سمت راستتون میشه ترکست دوستان، سمت راست میشه ترکست. بعد ترکست میشه شبکه ماهواره بعد یا همون عربسد که تقریبا فاصله آنچنانی نداره. این میشه ماهواره بعد یا همون عربسد. عربسد هم 41 درجه است. زیادم با هم نگاه کنید دوستان، ترکست 42 درجه شرقیه، عربسد میشه 41 درجه شرقی، یعنی کلا با هم یه درجه فاصله دارن. پس زیاد از هم دورش نکنین اگه بخواین ترکست رو نصب کنین بعد عربسد رو. بعد عربسد میشه ماهواره هاتبرد ماهواره هاتبرد که این خیلی فاصله داره نسبت به عربسد، تقریبا اینجاها میشه. یعنی دوستانی که میگفتن قبله میشه هاتبرد، به نظر من ترکست بیشتر به هاتبرد ترکست بیشتر به قبله نزدیک تا هاتبرد. اینجا میشه هاتبرد. بعد اینم میشه 13 درجه، 13 درجه. البته اینم آره، اینم میشه شرقی. ما الان 4 تا جهت رو مشخص کردیم. سمت جنوب یکم مایل به سمت قبله میشه 52 درجه شرقی یاست دوستان. اول یاست رو نصب میکنین یا اول جهت یاست رو پیداش میکنین، نسبت به جهت یاست که آسون ترین جهت از نظر من، میتونین ترکست رو نصب کنین سمت راستش با چند درجه اختلاف. بعدش میتونین عربسد یا همون بعد شبکه های استانی رو نصبش کنیم و بعدش هاردبرد. بعد هاردبرد هم میشه ماهواره یوتلسد. البته اینا با هم فاصله، هاردبرد و یوتلسد با هم فاصله آنچنانی نداره، اینم در حد 1-2 درجه است. اینجا هم میشه یوتلسد، یوتلسد بعد 7 درجه، 7 درجه شرقی. نمیدونم حالا تو تصویر خوب نشون میده گوشیم یا نه. پس شد یاست، ترکست، عربسد، هاتبرد و یوتلسد. و یک ماهواره دیگه هم، حالا نمیدونم دوستان طرفدار این ماهواره هستن یا نه، این بغلش میشه ماهواره تلستار.
هتل جهتاشون رو تقریبا بتونین پیدا کنین که فردا خواستین نصب کنین به مشکل بر نخورین. میشه ماهواره تلستار، اینم 15 درجه غربی میشه. تا یوتلسات بود شرقی، الان ماهواره تلستار میشه 15 درجه غربی، اینم وی میشه. خب این ماهواره یاست سمت راستش، این چند تا ماهواره بود که میشه تورکسات، عربسات، هاتبرد، یوتلسات و تلستار. حالا پشت دیش که وایسیم میشه سمت چپش، اینایی که من گفتم پشت دیش وایسین میشه سمت راستش. سمت چپش ماهواره مهم، سمت چپ یاست ماهواره مهم اینتلسات رو داریم که اینجا میشه تقریبا ماهواره اینتلسات هم که چند درجه 63 درجه شرقی میشه. بعدش ماهواره دیگه آسیاست هم داریم خیلی دورتر از اینتلسده، یعنی تقریبا اینجاها میشه. بعد اونم میشه 105 درجه شرقی ماهواره آسیاست. البته نمیدونم، من تا حال نصبش نکردم چیا داره چیا نداره آسیاست. فکر میکنم ماهواره چه شبکه‌های چینی و ژاپنی و هندی و این چیزا باشه. اینم 105 درجه شرقی. این چند تا ماهواره توی کشور ما خیلی استفاده میشه. دوستانی که میخوان نصابی کنن، تازه شروع کردن نصب ماهواره، اینا این چند تا ماهواره رو باید حتما یاد بگیرن جهتاشون رو. طبق آموزشی که من دادم، جهتایی که براتون نوشتم روی این برگه، شما حالا اگه خواستین اسکرین شات بگیرین و از صفحه داشته باشین، بعد خواستین ماهواره رو نصب کنین، اول جهت یاست رو پیداش میکنین، چون آسون ترین جهته. یعنی یک کم تجربه کافی برای نصب داشته باشین، بدون فایندر هم حتی میتونین ماهواره یاست رو بگیرین، چون واقعا فرکانس قوی داره تو ایران. بعدش دیگه نسبت به ماهواره یاست، یا مثلا دیشم اگه نصب نکردین، به سمت یاست وایستین خودتون، دست چپ و راستتون رو، جهت هایی که دست و چپ و راستتون هست دیگه باید تو ذهنتون داشته باشین. مثلا پشت روبروی جنوب که وایمسین، سمت راستتون میشه هاتبرد و برد رو نمیدونم فوتسد و تلسار و یوتلسد. سمت چپتون هم دو تا ماهواره مهم هست که یکیش هستش اینتلسد 902 که میشه همون شبکه های استانی، و بعدیش هم که آسیاسته که من تا بال نصبش نکردم، نمیدونم چه جهت هاییه، چون یعنی تا الان کسی ازم نخواسته برای نصب کردنش و خودم هم زیاد پیگیرش نبودم. خب دوستان، اگه این ویدیو را دوست داشتین، از این آموزش ها دوست دارین براتون بذارم تو کانال، حتما حتما ویدیو را لایک کنین، کامنت بذارین، سوالی چیزی دارین تو کامنت ها برام بنویسین، انتقادی پیشنهادی چیزی هم داشتین تو کامنت ها حتما برام بنویسین. و اینستاگرام من این بالا میاد، آیدیش فالو داشته باشین. و اگرم دوست داشتین که با خود دیش، یعنی برم بالای پشت و بوم عشان مرتب با دیش این جهت ها رو توضیح بدم براتون، لایک کنیم ویدیو رو. اگه لایکش به 500 تا برسه، حتما با دیش انجام میدم این کار رو و جهت یابی دقیق رو بهتون آموزش میدم، با دیش هم باشه که خیلی بهتر و جالبتر میشه. دوستان کانال دوم رو فراموش نکنین، حتما سابسکرایب کنین. کانال اول، این که ویدیو رو مال کانال اوله، کانال دوم لینکش تو توضیحات یا همون دیسکریپشن هستش، میتونین روی لینک بزنین برین داخل کانال دوم، اونجا هم حتما حمایت هم کنین، کامنت بذارین، لایک کنین. چقدر گفتم کامنت بذارین لایک کنین. دوستان خودتون میدونین دیگه، فکر کنین کانال خودتونه، هرچی هر گلی زدیم سر خودتون زدیم. خب بیشتر از این صحبت نمی کنم. تا
تقریبا 16 دقیقه ویدیو شد، من نمیخواستم طولانی بشه، بازم طولانی شد. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار شما عزیزان.